سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه درسمون. ما تا الان در حقیقت تا اون قسمت آتنتیکیشن رو تقریبا کامل انجام دادیم. یه چند تا نکته راجع به آتنتیکیشن بود که انشاءالله جلوتر راجع بهش صحبت بکنیم. از بحث آتنتیکیشن بیایم بیرون، بریم سراغ یه قسمت بعدی این پروژه. فقط برای که دیدی بهتون بدم بچه، ما در نهایت قرار یه چیزی شبیه IMDB درست کنیم. شبیه، طبیعتا خب مثل IMDB رو نمیشه، ولی شبیه این قرار درست کنیم. IMDB چی داخلش هست؟ یه سری فیلم طبیعتا، بعد یه سری حالا ریویو این فیلم هاست که ما قرار این کار رو انجام بدیم. ولی قبل از اینکه شما بخواید فیلمی رو به سایت اضافه کنید، نیازه که در حقیقت یه سری بازیگر هم به سایت اضافه بکنید. خب بریم یه دیتابیس درست کنیم برای بازیگرامون و لیست بازیگرامون رو اضافه بکنیم. برمیگردم توی پروژه، میام سمت بکندم. خب سمت بکندم شروع میکنم یه مدل ساختم. من قرار بازیگرا رو اضافه بکنم. یه مدل اینجا درست میکنم، اسمش رو میذارم اکتور. مدل یوزر رو کلا کپی میکنم، میارم میذارم اینجا. اینا رو لازم نداریم فعلا، بیام بالا. خب اینا باشد، حتی این هم میتونیم نداشته باشیم، هر وقت لازم داشتیم بیاریم. میشه این میشه اکتور اسکیما. نیم طبیعتا میخواد بازیگر، اینا باشد. بعد یه about اضافه میکنم، بعد جنسیتش، این هم دقیقا شبیه همونه، و یه دم آواتارش یا همون دقیقا عکس خودمون، که اینم تایپش میشه از نوع object. بعد URL خواهد داشت یه دونه و یه دونه پابلیک آیدی. این هم استرینگ، این هم میشه اکتور، این هم میشه اکتور استرینگ. خب من به این مدلم بچه ها یه چیز دیگه اضافه میکنم، این انتهاش قبلا ندیدیم اینو، که بهش میگن اینجا اضافه کنیم. من یه چیزی بکنم به نام تایم استمپ، ساجست نکردم، اینو میکنم تو رو. این چیکار میکنه؟ هر زمان که توی دیتابیس اکتورم یک رکورد جدید اضافه بشه، تایمش رو هم میندازه، تایمی که این رکورد اضافه شده. به چه دردی میخوره؟ بعدها میتونیم ازش استفاده کنیم برای یه سری عملیات هایی که بر مبنای زمان اتفاق میفته. خب استپ بعدی کارمون چیه؟ بیایم روتاش رو اضافه کنیم. برای روت هم من اینو کپی میکنم میارم این بر. خب بعد اینو نیاز داریم و در نهایت اینو. خب این ستا رو نیاز داریم. بریم سراغ اپ. خب بعد بریم داخل app.js، این روت جدیدمون اینجا اضافه کنیم، دقیقا مثل کاری که اینجا کردیم. اول اینو ایمپورتش بکنم مثل این. این از این. این هم از این. بعد اینو کپی بکنم. این هم از این. و این هم از این.
خب بریم روتامون رو بنویسیم. اولین روتی که نیاز داریم طبیعتا روتیه که باهاش بتونیم یک بازیگری رو اضافه بکنیم. خب می‌نویسم router dot post slash create endpoint. من آدرسش چی میشه؟ endpoint من میشه slash api slash actor slash create. آدرس کاملش به این صورته و فانکشنی که قرار ازش کرییته. حالا بریم داخل در حقیقت کنترلرمون و میدل وراش در حقیقت کنترلرش رو بنویسیم. اول کنترل رو یاد بنویسیم بعد کرییت رو بنویسیم. خب فقط یه نکته، برای اینکه این کرییت با کرییتی که توی یوزر داریم هم یکی نشه اسمش، خب اسمش رو عوض میکنم به کرییت اکتور که اسمشون یکی نباشه. ایمپورتش هم بکنیم اینجا. خب از کجا بیادن به بیرون، برو تو کنترلر اکتور. خب حالا بریم سراغ کنترلر. خب میام کنترلر رو بنویسم export.createActor مساویه یه ریکوست میاد یه ریسپانسی کنسول dot log dot body. خب فعلا فقط در همین حد کفایت میکنه. بریم یه ریکوست سمتش بفرستم. خب میام اینجا توی پستمن یه ریکوست سمتش میفرستم و API slash actor slash create. بعد توی بادی ریکوستم یه فرم دیتا میذارم، میخوام یه عکس بفرستم. بذار اول یه عکس ما گیر بیاریم. یه جایی بازیگراش کجاست؟ این تیوی شو واش سلی دی 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 بورن تو دیو سر کیا امروز بدم یومده؟ ایشون امروز بدم یومده. خب بزن همین عکس ایشون بردار، همین میشه آواتار دیگه. من روز آواتاری همچین چیزیه. خب حالا ما میایم این عکس رو بزن من بردارمش از اینجا. خیلی راه سختی زدم میرم برای ابتدایی دونه عکس. خب ولی دوست داشتم اینو چک بکنم. ولش که وقتی کلاس رو نگیریم پیدا کنم اکثر رو. بزنید دوستمون رو یه سرچکی بکنیم بیا. و خب یه عکس میخواییم دیگه. هر مدل عکس همین عکس خوبه. اینو توی پروژه‌مون یه جای ذخیره میکنیم. بریم من عکس رو ذخیره کردم. بیام تو اینجا بعد اسمش رو من میذارم آواتار. بعد اینو میذارم فایل. اینجا انتخاب میکنیم فایل رو بهش میدیم. بذار ببینم فایل رو بهش بدم. خب اکثر رو دادم. خب بریم سندش بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. طبیعتا اینجا که من جوابی نمیبینم. Error not found. چرا؟ بذار ببینم. چیه؟ کلیت اوکیه. اینا
کنم که درسته. اینجا هم درسته. بسی جالب است، همه چی درسته. باز میزنه not found. یک کاری بکنیم، من یه تکست بفرستم ببینم فرقی میکنه تو حالش. نه، ربطی به این نداره. لوکال هاست API اکلو کرییت درست نوشتم. چرا اند پوینت اون رو قبول نمیکنه؟ 404 داره میده. یه لحظه او پست حالا فهمیدم. خب این ریکوست اون اومد، ولی اینجا نیا کنید بچه ها، هیچ چیزی تو داخل بادیش نمایش داده نمیشه. چرا؟ چون ما باید یه ابزار دیگه استفاده بکنیم که بهش میگن مالتر. مالتر که اینجا دارید میبینید، خب چیه؟ میگه مالتر یه نود جی اس میدلوره برای هندل کردن فرم دیتا. دقیقا هم چیزی که الان ما باش درگیریم. و میگه استفاده میشه برای آپلود کردن فایل و همین. دقیقا چیزی که ما نیاز داریم این مالتر است. خب اولین کاری که میکنیم طبیعتا باید نصبش بکنیم و من این دستورش رو میزنم، کپی میکنم، میام سمت بک‌اندم و اینو کپی میکنم. اه نشد، یک بار دیگه. فهمت، این نصب بشه، بعد بریم بیام جلسه بعدی راجع به در حقیقت نحوه پیاده سازی صحبت کنیم. فعلا خدافظ.